امروز زنا در جامعه ما هنر شده است. بچه های مدرسه خان، ملا بچه ها به نام شام، دخترای خانشین زنا را برای خوشان کسب کردند، افتخار کردند، به یادگار با فخر میکردند. این من چند دختر پتر رسیدم، اون دختر در دوگانه هاش فخر میکردند، این من به چند بچه رسیدم. یا الله، اشترم در زمان شوروی بدبخت کامونیست ها زنا بود، پنهانی بود، اما این دموکراسی بدبخت حیوانی انسان ها را حیوان کرده است. دیگر نه میدانستگی پروای گناه زنا است، نه نمیده همه برابر شده. پیشتر دو ماه پیشتر پیش از رمضان بود، دو سه آینه رو جنجال آینه بیشتر که من برای طلاق آمدن، هر سهران بچه ها زناشان رو سر دادیم به خاطری دختر رو برامدن شد. فدرای از من به شما میگم که شما بیدار شوید، به خاطری که عروساشان دختر می برامده است، جنگ و جنجال طلاق دارن که پولای سخت در دیگه رو گفت. شما دختر ها دارن دارن نمیتونید، پیش طبیب و خوابی میره در دکتر خانه بره کرپا میبرده خواب میره و تلوری کرده با چون در وقتی سردیش نگاه شده دیدو از کجا میگرده. زینا حلال شده بچه هایی که مدرسه خاندی هم بدبخت ها در پاکستان و در خوابستان. زینا حالا قرآن چی میگه؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. بنابر اینا نقص دانند که خداوند اینها رو گناشانه میگذارن، خصوصا خداوند کسانی را که زنا را قباحت چه میدانند، از قرآن از حدیث شد این دین رو خاندید، والله خدا گناشانه میگذارن. عمر برای یک گناهی ناچیز شب و روز گریه میکرد، اینها در وقتی زنا خنده میکنند و ایجاد میکنند، مگر اینها رو خدا گناشانه میگذارن؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات. خدا میگه من توبه را قبول نمیکنم از کسانی که گناه را میدانند قباحت شو باز گناه میکنند. حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی که تریب پیری شد و مردن شد و دستاش در گریبان شد.